رئیس صندوق اعلام دانشجویان از افزایش دو برابری مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متعهد خبر داد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بازگشایی مدارس مسبب استاد ملی کرونا است گفت امتحانات دانش آموزان حضوری است. با ادامه اشغال در سامانه یک پارچه دانش آموزی، بیش از 200,000 دانش آموز در کشور هنوز کتاب درسی ندارند. بانک مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور تسهیلات قرض و تسهیلی سال قرار داد. طرح کشت قراردادی گندم به صورت آزمایشی در مزارع سیستان و بلوچستان اجرا شود. با هدف بررسی نیازهای مهاجران افغان و جذب حمایت سفر را همراهی میکنند. آقای مخبر صبح امروز هم در جلسه ستاد مدیریت بحران کردستان دستور داد بنیاد مسکن به سرعت کار بازسازی و ترمیم مناطق آسیب دیده را آغاز کند. آقای مخبر گفت وسایل خانه های مردم را هم که از بین رفته تعمیر خواهیم کرد و خسارت به دام ها هم جبران می شود. از خونه ها که تخریب شد حضور مسئولین زیر ابروی همه موارد انشاءالله تصمیم خواهیم گرفت. اونی که الان باید فوری انجام بشه یکی بحث چادره. اگر جایی مانده من دیشب مثلا ندیدم کسی از نبود چادر شکایتی داشته باشه. در محل رسانی به مناطق زلزله زده از تهران پخش